سلام به همگی. آقا بنده موشکاف تو مخملنگی علیگدا کوچکترین شکی نداشتم، اما جدیدن فهمیدم بابا عظما خیلی پیاده تر از این حرف هاست. لابد میپرسید چطور؟ عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم اگه یادتون باشه سید علی بعد از توافق ژنو دستپاچه شد و سریع یه تشویقیه کتبی فرستاد واسه شیخ فری. جناب آقای رئیس جمهور، دستیابی به آنچه مرقوم داشته اید در خور تقدیر و تشکر از هیئت مذاکرات هسته‌ای و دیگر دستاندرکاران است و می تواند پایه اقدامات هوشمندانه بعدی قرار گیرد. ولی عظمایی که زهر خورده بود و مغزش گرم شده بود این غلطو کرد و خودش و باقی نوچه‌هاشو انداخت تو هچل. لابد بازم میپرسید چطور؟ عزیز من چطور نداره که اینطور. تشکر مقام معظم رهبری بعد از مذاکرات در جواب نامه آقای روحانی از تیم مذاکره کننده باعث شد مسئله ختم شود و اما و اگری باقی نماند و این کار بسیار مهم می بود. آره دیگه، از اون روز کوسه و شیخ فری دو ترکه سوار تشکر سید علی شدن و هر جا رفتن این کاغذ رو کوبیدن تو ملاج بسیجی های وارفته. بسیجی هم هی گیج زدن و گیج زدن تا اینکه بالاخره مخ وامونده شون کار کرد و این از توش در اومد. قبل از انتشار متن توافقنامه متن پیام تبریک به رهبری منتشر شد و همگان در برابر جشنی قرار گرفتند که هنوز دلیل آن برایشان روشن نبود. سرعت برپایی جشن و شادمانی از سوی دولتی ها آنقدر زیاد بود که حتی از پاسخ رهبری به تبریک زود هنگام اگر نگوییم بی دلیل ریاست جمهوری مشهود بود که حضرت ایشان نیز سخن گفتن در این باره را زود هنگام دیدند و صرفاً از آنچه که رئیس جمهور مرقوم داشته بودند تشکر کردند. یعنی کوسه اینا سر ولی فقیه و کلا گذاشتن؟ یعنی مرجع تقلید شیعیان جهان رو خر کردن؟ ای خاک عالم تو سر خودتون و این ولی فقیه حالوتون که مثل آب خوردن میشه سرش کلا گذاشت. یکی از اون طرف خود من بودم، من مرض دارم، هی درد سر دارم، این مغز تر دارم. بله میرسیم به اصل دعوا که سر زرخوریه. از یه طرف شیخ فری میره تو هرمزگان و میگه دور اول مذاکرات را به خوبی مسئولین مربوطه انجام دادند و این مذاکرات را تا پیروزی نهایی مردم ایران و حقوق ملت ایران به حول و قوه الهی و با حمایت شما مردم انجام خواهیم داد. از اون طرفم هاپوهای سید علی تو مجلس وحوش زنجیر پاره میکنن و توافق نامه رو میمالونن میذارن کنار. اما تفاهم نامه ژنو بالاخره معلوم نشد این مولود بدقواره را چه باید نامید. هر نامی بر آن بگذاریم توافق یا تفاهم نقاط ضعف فراوانی داشته و حفره‌های بسیاری در آن تعبیه شده است. با آمریکای جهانخوار اعتماد نداریم، به تفاهم نامه ایراد فراوان داریم، سکوت را جایز نمی‌دانیم. البته از چند نفر بیشتریم، میلیون‌ها نفر انسان نگران هستیم. به استناد همین حفره‌ها که گفتیم آمریکایی‌ها می‌توانند فشارهای بعدی را تدارک ببینند. بنده موشکاف دیگه هیچی نمیگم. آخه ولی فقیه که اینجوری کلا سرش رفته بود، هر کی دلش میخواد حرفاشو میمالونه بود، خودش هم جیگر نمیکنه یه ناله ای فسی چیزی بده بیرون، اصلا دیگه موشکافی نمیخواد که، خودش شکافته بلفله. بیا بخور زهر. کدوم زهر؟ همون زهری که زهر مار داره. آی بله بهره عظما تنابه دار داره. آی بله
از اتم کوتا بیا، با لیدی اشتون را بیا، با لیدی اشتون را بیا. این مصیبت سوزش بسیار داره آی بله، این مصیبت سوزش بسیار داره آی بله. بیا بدیم کیک، کدوم کیک؟ همون کیکی که رنگ زرد داره آی بله، جسم عظمای عالم درد داره آی بله. آب سنگینو بدیم، اون سایت پارچینو بدیم، روسیه و چینو بدیم، هم اونو هم اینو بدیم. منقل عظما زغال سرد داره آی بله، منقل عظما زغال سرد داره آی بله. Oh.